کنفدراسیون خیریه آکسفام که از 15 سازمان تشکیل شده و در 98 کشور برای پیدا کردن راه حلی برای مبارزه با فقر و بی‌عدالتی در جهان فعالیت می‌کند، هشدار داد افزایش قیمت مواد خوراکی تنگدستان جهان را بیش از پیش تحت فشار قرار داده و خطر افزایش شمار گرسنگان جهان را تهدید می‌کند. آکسفام خواستار اصلاحات اساسی در سیستم خواربار جهانی شد و جامعه جهانی خواست تا با تدوین مقررات جدید بر بازارهای خواربار در جهان تأمین مواد خوراکی برای تنگدستان را تضمین کند. آکسفام گفت که ظرف 20 سال گذشته قیمت مواد خوراکی دو برابر شده و پیش بینی کرد که تا سال 2030 میلادی قیمت خواربار 120 تا 180 درصد دیگر افزایش خواهد یافت. بانک جهانی نیز پیشتر هشدار داده بود که افزایش قیمت خواربار در سال جاری میلیون ها نفر دیگر را به زیر خط فقر خواهد کشاند. از سوی دیگر در اروپا قرار است بازرسان اتحادیه اروپا، بانک مرکزی این اتحادیه و صندوق بین المللی پول نتیجه بررسی های خود پیرامون وضع مالی یونان را به اتحادیه اروپا ارائه کنند. انتظار می رود که رهبران مالی اتحادیه اروپا نیز ظرف دو روز آینده در مورد ارائه وام اضطراری دیگری به یونان تصمیم بگیرند. یکی از مقامات ارشد بانک مرکزی اتحادیه اروپا گفت که یونان ممکن است تا 29 ماه ژوئن، یعنی پیش از آن که یونان از پرداخت قسط وام اول خود قصور کند، وام اضطراری دیگری به مبلغ 28 میلیارد دلار دریافت کند. و این در حالی است که روز گذشته شهروندان یونان برای پنجمین روز متوالی در میدان مرکزی آتن در مخالفت با برنامه صرفه‌جویی دولت دست به تظاهرات زدند. یکی از تظاهرکنندگان گفت که مردم حاضر نیستند تا خسارات ناشی از اشتباهات گذشته دولت را بپردازند. ولی جورج پاپاندرو نخست وزیر یونان گفت که علی‌رغم نارضایتی برخی از مردم، ما به اجرای برنامه‌های صرفه‌جویی دولت که تنها راه رهایی از بدهی‌های سرسام‌آور این کشور است ادامه خواهیم داد. روز سه‌شنبه بازارهای بورس جهان از خبر احتمال دریافت وام اضطراری دیگری به یونان استقبال کردند و بر ارزش شاخص‌های عمده سهام در بازارهای بورس آسیا و اروپا افزوده شد. بازارهای بورس آمریکا نیز پس از یک روز تعطیل امروز کار خود را با افزایش بهای سهام آغاز کردند. کوروش نادری، صدای آمریکا.